چقدر بده جلوی دوربین چای خوردم، ولی خب سردم چیکار کنم، تازه رسیدم. خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. من یک لحظه نافم افتاد، این دیدم تایم اینستاگرام مشخص نیست، گفتم ای وای اینستاگرام ما رو محدود کرد، که خوشبختانه این اتفاق درود خدمت آقا پیمان عزیز، شبت بخیر باشه. آقا پیمان کجایی؟ ما دلمون واسه تنگ شده آقا، یه روز نبودید کامنت ها میاد واسه من. آقا برید به پیمان بگید دیگه، اون مرد کار داره، یه روز مرخصی گرفت، حالا یه روز مرخصی گرفت. خوبی؟ خب من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، درود به شرف شما، دلم برای شما واقعا تنگ شد. ولی خب صادق، ما هم به هر حال یه سری مجموعه برنامه‌ها داریم، یه سری کار داریم، باید به جاهایی برسیم، یه سری برنامه‌ها داره انجام میشه پشت صحنه، قرار نیست که بیام جلوی دوربین همش بشینیم و حرف بزنیم دیگه. الان وقت اقدام کردنه، باور کن همین الانش هم دیگه اینجوری مو به مو آورد، چی میگن یه به یه رسیدم الان. آره نگاه کن دوستان، چای رو هم ریختم، الان چشم داره براش میره، ولی خب دیگه باید برنامه رو اجرا بکنیم و عرضم به حضور شما در خدمت دوستان باشیم. امشب ما فکر کنم برنامه داغی داشته باشیم، چون من یک کوله بار با خودم خبرهای جدید آوردم و عرضم به حضور شما قرار خلاصه امشب رو بشه. شروع کنیم اگر اجازه بدید. آره بریم، من خبرهای ویژه رو اول برم، بعد دیگه کامنت هم بعد بستی هم بست. آقا ما باشه، ما مخلص شما بینندگان عزیزم هستیم، ما خبرم داریم. من تو راه داشتم می آمدم، چون تا ساعتی دیگه آقا صادق الان خبرشو بدم به شما. نه من که میخوام بپرسم ازت اون چیزی که گذاشتی، میخوام ببینم جریانش چیه. به منم نمیگی. نه تا ساعتی دیگه دیدم عملات جدیدی قراره اتفاق بیفته. خب بذارید اونجا از من بپرسید بعد بگم، بذارید الان چیزی نگم، دوستان خونسردی خودشون رو حفظ بکنم. فقط به این خاطر میخواستم بگم که خیلی ها پیام دادن که چرا اینترنت در بعضی از شهرستان ها قطع شده، ما امشب چیکار بکنیم. یه عزیزی میگه من اینجا بلند شدم رفتم جای دیگه که بتونم بچه‌ای که اونجا اینترنت دارن بتونیم برنامه امشب شما رو ببینیم. خدا اینا رو لعنت بکنه، چون امشب خلاصه آبستن حوادثه، خیلی اتفاقات جور و جور قراره بیفته. پیش پاتون همین الان که داشتم می آمدم اتاق جنگ ایالات متحده منتظر بود که آقای بوز بایدن بره اونجا بشینه و کار رو شروع بکنه، چون بدونید تمام مجموعه اقداماتی که قرار هست بیفته حتما باید آستین وزیر دفاع ایالات متحده و خود شخص رئیس جمهور باشن تو اتاق جنگ که از مانیتور ببینن، یعنی به صورت لایو، که چه اتفاقاتی قراره بیفته. و به همین خاطره که جمهوری اسحالی نمیخواد امشب شماها متوجه بشید که چه اتفاقاتی قراره بیفته. من اون اطلاعاتی رو که از دوستانمون از خبرگزاری هایی که تو خود آمریکا هستن گرفتم، میخوام امشب حتما به شما اطلاع رسانی بکنم. بذارید کامنت ها رو ببندم و این خبرهای بیشتر رو بخونم، بعد دیگه در خدمت شما هستم. دیگه نمیخواد دیگه، مرسی. بذار از این ور شروع کنم. خبر ویژه اول، عضو انصار الله: یمن همچنان به حمایت از فلسطین ادامه خواهد داد. آقا صادق این رفیقات اذیت میکنن. با یه روز یکیشونو باید دارم اینجا پیش خودم. آره من اینجا تنها. دقیقاً میدونی آخه در آخرین لحظات، در آخرین لحظات هر کدومشون یه کاغذ گرفتن دستشون، میگن این خبر فوریه، این خبر. خب من قبل از که بیام بدید دستم دیگه الان نمیشه. بریم خبرها رو بخونیم، وقتم کمه، باور کنید همینا رو هم امشب نمیتونیم بریم.
عضو انصار الله یمن همچنان به حمایت از فلسطین ادامه خواهد داد. عضو دفتر سیاسی انصار الله گفت به نفع عضو کشورهای اتحادیه اروپا نیست که از اقدامات آمریکا در دریای سرخ دنبال روی کنند. هر گونه تشدید تنش هرگز سبب حل بحران نخواهد شد. اینا همینجا کم آوردن. اینا همین لونگیان دیگه، حوثی های یمن هستن که الان اومدن میگن اتحادیه اروپا شما دیگه نیان دیگه، آمریکا الان تا دست فرو کرده، ما به این فشار اومده. تا دیروز که میگفتن نه، ما خداوند آسمان ها پشت ما هست، علی گدا پشت ما هست و ما رو توپ تکون نمیده. حالا دارن، این چیزی نیست که صبر کنید، اتفاقات خیلی جالبی قرار رخ بده. خبر ویژه دوم، اینم گوش کنید. سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال اقدامات هیچ فرد یا گروهی را ندارد. نگاه، تا ساعت دیگه به شما نشون داده میشه که شما مسئولیت دارید یا ندارید. علی خامنه ای کجاست؟ امروز دنبال تو باغ و بلاغ میگشت. خاک تو سر علی خامنه ای بکنم. امروز اینا امروز اومدن داشتن یک سری میوه پیوه ها رو نشون میدادن. خب بعد دیدی که سایت اسرائیل به فارسی اومد گفت که قابل توجه علی گدا، رفتی جلوی اون غرفه میوه جات وایسادی و داری اون گوجه های گیلاسی رو نگاه میکنی، آشغال. تو اینقدر اطلاعات تو اطرافیانتو ندارید که ابداع کنندش اسرائیل بوده. ببین تا کجا اینا نفوذ پیدا کردن. این خیلی جالب بود امروز این اتفاق. اما خبر ویژه بعدی، جمهوری اسلامی پشت حملات به نیروهای آمریکا در اردن بوده است. سابرینا سینگ سخنگوی پنتاگون: ما میدانیم که جمهوری اسلامی این گروه‌ها را تأسیس کرده، مثل کتایب حزب الله. ما میدانیم که شبه نظامیان تحت حمایت سپاه پاسداران مسئول حملات به نیروهای ما در عراق و سوریه هستند. فراتر از این، ما داریم یک سری ارزیابی‌های اطلاعاتی انجام می‌دهیم که الان نمی‌توانم از جزئیاتش به شما بگویم. این مرد سفیر الان نامه زد دیگه برای این مرد رئیس شورای امنیت سازمان ملل، گفت ما اصلا فلانی نداریم. پنتاگون هم که الکی نمیاد جفنگ بگه دیگه، تشکیلات ابرقدرت عریض طویله. وقتی میگه که ما اطلاعاتی داریم، یعنی خیلی اطلاعات دارن. وقتی میگن ما میدونیم اینا حامیان امثال مثل کتایب حزب الله هستن و نمیدونم کیا و کیا، یعنی خیلی نفوذ دارن پشت این تشکیلات. به هر حال CIA دیگه قوی ترین سازمان جاسوسی دنیاست که جمع‌آوریش دیگه صده. خب وقتی میگه ما دیگه مطمئن شدیم، تمام شد، و الان میگه داریم یه برنامه ریزی ها میکنیم، برنامه ریزی کردند، و الان میگه که من نمیتونم به شما بگم. ماجرای همون دزدی که داشته قفل رو باز میکرد، گفت صداش کی در میاد؟ فردا در میاد. تا یک ساعت دیگه چنان سر و صدایی در بیاد که نفهمید از کجا خوردید. دبیر کل ناتو: حکومت ایران در داخل مردم را سرکوب و در خارج بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دبیر کل ناتو روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده، ضمن اشاره به نقش بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در خاورمیانه، گفت حکومت آخوندی در داخل کشور مردم را سرکوب می‌کند و در خارج از ایران تهاجمی است. دبیر کل ناتو همچنین روسیه و جمهوری اسلامی را حکومت‌های خودکامه خواند و گفت روسیه روز به روز بیشتر به پهپادهای ساخت ایران وابسته می‌شود. حالا وقت اتحاد در مقابل متجاوزین است. کم کم ابر و باد و مه و خورشید و فلک دارن کنار هم جمع میشن. علی خامنه‌ای جام بود میوه بخره، جمع کرده بود میوه بخره که میخواد بره تو سوراخ، حداقل یه گوجه خیالی داشته باشه اون پایین. دقیقاً. آقا اول خوب. از همه ما در خدمت شما هستیم. دلار و ارز و سکه و آقا اصلا من میخواستم قیمت ها رو در بیارم بهت بگم. خب خدا این ثانیه میزنه، کلا ثانیه داره میزنه واقعا. یعنی تا یک گزارشی که رد میشه از دیشب که همینجوری گزارش همینجوری میاد، یا اینا رفتن عملیات پهبادی انجام دادن تو یه شب که 2500 تومن رفت بالا، ولی باز از دیشب همینجوری صبح همینجوری داره میره بالا. نه تو قشنگ میتونستی ببینی، قبلا اینجوری نبود. شاید مثلا در روز یه خورده نرخ ارز و دلار میرفت بالا، سکه دیگه نه طلا میرفت بالا، ولی امروز و دیروز واقعا وحشتناک بود. دلار به مرز 60 تومن رسید، پوند و با یورو که قشنگ سخت شد شکوندم و به اولین بار
یه رکورد تاریخی زدم. لیو هم، لیو ترکیه هم به فکر میکنم به 2100 تومن رسید. مال امارات هم حدودا به 16 تومن رسید. خیلی خیلی وحشتناک بود. این چی میشه؟ بعد امروز امارات به 16 تومن چیز پول امارات یادم رفت اسمشو، چون من همش پشتم دیگه میخونم توی ایران. نه 16,000 تومن یا نه خیلی کنه تومن 15,900 خوردی بود. آره اون حتما نگاه میکنم. بعد امروز هم که توی بازار ارز تهران هم یه مقدار چیز شده، نظامی شده بود و یه جور حکومت نظامی شده بود و بیشتر صرافا اصلا کار نمی کردن. اینجوری که من تماس گرفتم یکی دو تا از صرافایی که ما باشون کار میکردن اصلا گفتن که آقا اصلا اجازه کار کردن ما نمیدن، چون این نظامی شد و دیگه نمیدونم یه سری سرباز و پلیس و اینجور چیزا اومدن و نمیذارن ما کار کنیم. حالا اگر تو از پشت پرده این جریانات خبر داری یه سری اطلاعات هم به ما بده. نگاه ساده، فقط یک حکومت دیکتاتور، فقط یک حکومت کثیف، فقط یک دولت احمق، فقط یک دولت دزد میتونه در این بلبشوهایی که در دنیا به وجود میاد بیاد وسط و سر مردم خودش رو کلاه بذاره و کلاه برداری بکنه. شما شک نداشته باشید استارت اولیش بله اتفاقات حال حاضر خاورمیانه است، اصلا شک نداشته باشید. اما این کسی که داره دامن میزنه به این قضیه، شما مطمئن باشید دولت خاک بر سر رئیسیه. چرا؟ ما دیگه ماهای پایان سالیم دیگه. خب این رژیم خاک بر سر، این دولت بدبخت الان باید چیکار بکنه؟ ایدی کارمندا رو بده، خب مزایای آخر سال رو بده، حقوق دو برابر کارمندا و کارگرا و فلان و اینها رو بده، باید برای شب عید سبد و نمیدونم کالای اساسی کشور رو تامین بکنه. خب اینا رو که اینا نمیتونن از جیب خودشون در بیارن، اینا حالا باید پول داشته باشن، خزانه هم که خالیه، اینا باید چیکار بکنن؟ باید سر یکی رو کلا بذارن. تو سالهای قبلی دیگه اینقدر از بانک مرکزی گرفتن، از صندوق بازنشستگان بدبخت گرفتن که اون دیگه کلا ورشکست شد، اینقدر از تامین اجتماعی گرفتن، مثل این میمونه که بری سر پول نداشته باشی بری از سر خیابون دم بقالی اینقدر دیگه حساب دفتری بگیری دیگه واقعا رود نشه این کار رو بکنی. الان این رژیم و این حکومت و این دولت درست تو همین گرفتاری گیر کرده. خب الان اومد گفت آقا اشکال نداره تو خاورمیانه این اتفاق افتاده. تمام دنیا آقا صادق اگر یک همچین بحران، اینو بحران میدونن، بحران اسمش روشه، یعنی فاجعه است، یعنی رنگ خطرش زرده. خب اگر در تمام دنیا یک همچین اتفاقی بیفته، دولت تشکیل جلسه اضطراری میده و چیکار میکنه؟ مدیریت بحران میکنه. اما این خاک بر سرها میگن کل مردم ایران به یه ورمون، فقط خودمون باشیم و عدد و ارقام بدیم که من فردا نگم آخر سال بود پول کارمندا رو، همین الانم هم ندارن بدن، همین الان هر روز بچه‌های آب و فاضلاب، میراث فرهنگی، آب منطقه‌ای، برق، این اداره اون اداره به من زنگ میزنن 5 ماه حقوق نگرفتن، 6 ماه حقوق نگرفتن، کارانه نگرفتن، حسن انجام به کار تو سر دولت اضافه کار سرش بخوره، ماموریت تو سرشون بخوره، همین چیزها رو اولیه هم نتونستن بدن. خب اون وقت یک بحرانی اینجوری به وجود میاد، یک گربه در اون بر خاورمیانه عطسه میکنه، اینجا دلار و یورو و نمیدونم لیر و کوفت و زهره. یعنی ما از خاک برسری دولت ترکیه داشتیم میگفتیم که لیرش اون وقت داشتیم میگفتیم 1600 خورده ای بود، یو الان شد چقدر 2000 خورده ای. خب شما این نشان دهنده چی؟ نشان دهنده ورشکستگی این دولته. ما چند هفته پیش آمدیم گفتیم آقا دولت رئیسی ورشکست شده. شما یک شکل شمایل یک دولت رو دارید ببینید، نه افتتاحی دارن، نه پروژه بزرگ عمرانی، نه پروژه راهسازی، راه آهن، کوه، زهرمار، هیچی
در دست انجام نیست که هیچی، همونایی هم که 80% 85% پیشرفت فیزیکی داشتن، ما آمدیم نامه رو کردیم که مخبر معاون همین رئیسی خاک بر سر، معاون اولش نامه زده بود برای تمام استاندارا و تمام وزرا که پروژه های بالای 90% رو فقط برید پیگیری کنید، پایین بذار بیفته. این پول ملی نیست، این ثروت مردم نیست، آمدید یک راه رو تا 90% پیش بردید، 10% مونده. شما چقدر خاک بر سرید که پول برای موشک و نمیدونم تفنگ و سلاح سنگین و سبک تروریست ها تو منطقه دارید، اما برای زیرساخت های کشورتون ندارید. خروجیش چی میشه آقا صادق؟ میشه این برف پشمکی که تو تبریز آمد، این همه مردم گرفتار شدن. دیگه فیلمشو تصاویرشو دیدید دیگه. حالا هنوز جاهای دیگه نیامده، آبروریزی از این به بعد مونده. حالا شما میگید چرا قیمت گرون شد؟ من با ضرس قاطع خدمت شما عرض میکنم تمام گرونی و اینها مسببش دولته، داره نوسان گیری میکنه. از این نوسان گیری میگه آقا اشکال نداره بذار مردم به خوار مادر ما که 45 ساله دارن فوش میدن، بذار از این به بعد فوش بدن، ولی بذار ما این دما آخری بتونیم نوسانگیری بکنیم، لااقل پول اضافه کار و ایدی و پاداش و کوفت و زهر ما رو بتونیم از جیب مردم بدزدیم تو جیب مردم بریزیم. این فاجعه است، این یک فاجعه است برای یک حکومت، برای یک حکومت، برای یک دولت آبروریزی. اما اینها که آبرو ندارن. خب امروز هم بله منم شنیدم اومدن گفتن آقا جب بسیار امنیتی شده، کل صراف ها بی خیال شدن. آخه بابا جان میگن که اگر دیدید در 3 ماه هر فصلی قیمت ها افزایش پیدا کرد، بدانید آن دولت به مشکل ورشکستگی اقتصادی رسیده. الان تو خودت میگی من امروز نشسته بودم پای لپتاپ داشتم نگاه میکردم به ساعت قیمت میرفت بالا، به روز نه، به هفته نه، به ماه نه، به فصل نه، به ساعت. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که این حکومت ساقط شده است. اینها الان فقط با زور توپ و تانک و اعدام و کوفت و زهرمار خودشون رو نگه داشتن. شک نکن آقا صادق، شک نکن، من دارم به شما میگم دیگه، وضعیت حال حاضر آبستن حوادثه، هیچ قابل پیش بینی نیست. احتمال داره این حرامزاده ها تا هفته آینده، چون میدونید که همیشه یک همچین سرنگونی یهو رخ میده. شما ماجرای صدام رو ببینید، ماجرای حسنی مبارک رو ببینید، ماجرای قذافی رو ببینید. اینها کی باورشون میشد که یهو میخوان به این بدبختی و فلاکت و گور به گوری بشن؟ مطمئن باش دیدید که امروز دوباره این مترسک رو آوردنش بیرون، خامنه ای رو. اینها همه معنی داره برای تحلیلگران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، همه معنی داره. اینکه شما یک مترسک رو که یک سال به یک سال رو نمایی نمی کردید ازش، تو همین یک ماه 7 بار، الان 8 باره آوردینش بیرون، یعنی چی؟ یعنی فاتحه حکومت شما خونده است. الان ای کاش، ما همش میگیم ای کاش یکی جای گوز بایدن بود. الان امشب در موردش من توضیح میدم به شما که اگر بود الان فاتحه اینها خونده شده بود، ما عید امسال رو همه در کنار هم بودیم و انقلاب زن زندگی آزادیمون رو در داخل کشور جشن میگرفتیم. پس شما اصلا شک نداشته باش آقا صادق، این تورم و اینها، البته اینم عرض بکنم، حالا این افزایش رو ما داریم. بذار حالا موشکات یکی دو ساعت دیگه میخوره به جاهایی که باید بخوره، میخوره و ما یه افزایش رو همینجور داریم، ولی دودش به چشم کی میره؟ دولت که داره سودش رو میبره، داره از جیب مردم میزنه، خب که بیاد مثلا این بدهکاری های خودش رو بزنه. دودش به چشم کی میره؟ به چشم این مردم. کی میره؟ تو بازار شب عید. تو بازار شب عید من لباس فروش باید برم کلی لباس بخرم، توی کفاش باید بری کلی جنس بخری، اون نمیدونم میله پرده، اون پرده، اون فرش، اون یکی غذا، اون یکی کالای اساسی، شما باید برید اینا رو همه رو بخرید. این کالاها کلی از کجا میان؟ مگه ما تولیدات داریم؟ شما خارمادر هرچی کارخونه ما رو سلبات دادید، شما خارمادر هرچی تولید کننده رو سلبات دادید، حرامزاده ها. ما که دیگه تولید داخلی نداریم، کجا باید بریم آقا؟ باید بریم دست درازی بکنیم به این کشورهای دورورمون. کشورهای دورورمون هم که الحمدلله دیگه این پول ما که شده پشکل هیچ کی قبول نداره.
بعد چی باید بهشون بدیم؟ چی باید بدیم؟ دلار بدیم یا یورو بدیم؟ درسته؟ دلار یا یورو؟ دلار یا یورو رو ما چندی خریدیم آقا؟ دلار رو خریدیم 60,000 تومان. باورت میشه ساده؟ 60,000 تومان. خب بعد من با این دلار 60,000 تومانی میخوام برم کاپشن وارد کنم. میخوام برم جین وارد کنم. میخوام برم کفش وارد کنم. خب یک کفشی رو که همین الان تا چند روز قبل ما میرفتیم میخریدیم مثلا 1,500,000 تومان، این همین باید الان بشه 4,000,000. ولی شما نه حقوق رو اضافه کردید، حرام زاده ها تو مسجد، تو سیرک از طبیله مجلستون دارید با کارمندا و کارگرا و فرهنگی ها میلاسید که معاون پارلمانی کثیفتون حسینی بلند میشه بیاد میگه اگرم تازه مجلسی ها این گوسفندان اگر بخوان این طرح افزایش نمیدونم حقوق ها رو ببرن بالا و فلان و اینها، شورای نگهبان رد میکنه. یعنی داری آب پاکی رو میریزی که ما افزایش پفزایش اونچنانی نداریم. خب اما بیا همین دلار که الان اینجوری دلار و یورو اینا رو باید تموم شد. شما از همین الان 40%، یعنی من به شما گفتم سال جدید، هفته اول سال جدید شما تا 40% افزایش اصلا نرسید به اونجا، همینجا شد. خب طبق عادت و طبق رسم و رسوم چه میدونم مسخره‌ای که ما تو کشور داریم، همیشه سال جدید میاد قیمتهای جدید هم پشت سرش میاد. شما همین الانش 40% اینجوری اضافه گرفتید، یه چیز اونجوری، یعنی کارمندا تا نصف ماه، یعنی تا 10 روز اول اگر اون پولش رو برشون بکشه، کارگرها که یه ماه کار میکنن 6 ماه حقوق نمیگیرن، 6 ماه کار میکنن 1 ماه حقوق میگیرن. خب اونا هم که هیچی، یعنی سال دیگه یک سال فلاکت باری ما تو کشوری داریم که ثروتمندترین کشور دنیاست. دیگه شما تا اون آخرش رو اون درهم امارات بود که 16,200 تومان امروز معامله شد، درهم امارات. بعد پوند انگلیس هم به 74,000 تومان رسید، یعنی رکورد. بعد من یه سوالی داشتم در مورد بازاریا. گفتی امروز توی کردستان تو سنندج، بیشتر شهرهای سنندج به خاطر اعدامی که متاسفانه دیروز داشتیم و دیروز هم برنامه نداشتیم، 4 تا جوانی که اعدام کردن امروز اعتصاب کردن. حالا اعتصاب به خاطر اون 4 تا جوانی بود که اعدام شد. من میگم که آقا شمایی که الان نمیتونی نه بفروشی نمیتونی بخری، چرا اعتصاب نمی کنی؟ چرا مثلا بازاریای تهران چرا اعتصاب نمی کنن؟ چرا بازاریای تبریز چرا اعتصاب نمی کنن؟ چرا بازاریای رشت چرا اعتصاب نمی کنن؟ شما که الان دم حجرت نشستی نمیتونی بفروشی نمیتونی بخری، نمیدونم فقط واسه خودت نشستی، آقا کرکره بیا پایین، به اون اعتراضات بپیوند. ما همیشه اعتراضاتون متاسفانه جزیره‌ای میشه. مثلا بازنشسته ها یه جا میان اعتراض میکنن، فرهنگی ها یه جا اعتراض میکنن، معلم ها یه جا اعتراض میکنن. الان که این شرایط فراهم شده و سنندجی ها کردستانی ها بلند شدن و بیشتر شهرهای سنندج همه اعتصاب کردن، خب این مردم هم به خاطر گرانی، حالا نمیگم آقا به خاطر اعدام، میان شما میگیرن دیگه، میگید آقا به خاطر اعدام ما اگه بخوایم اینو ببندیم ما به جام سیاسی میگیرن. آقا نمیخواد بگی به خاطر اعدام، بگو آقا گرون شده من میخوام کرکره رو بیارم پایین، حداقل با اونا همراه باشید. من اینو داشتم فکر میکردم، حالا نظر تو هم میخوام بدونم. پیمون عرض بکنم خدمت شما آقا صادق، باید یکم صبور باشیم، صبر پیشه کنیم، چیز خوب دیر به عمل میاد. این اتفاقاتی که الان دارید میبینید، البته بله همیشه کردها، همیشه سیستان بلوچستانی ها گروهی خیلی خوب عمل کردن، چون از بله از قرنهای قبل این اتفاق افتاده، از صدها سال قبل این ماجرا بوده تا به امروز. همیشه پشت هم بودن، همیشه اتحاد داشتن، همیشه شور و مشورت و شورا داشتن، نه این شورای اسلامی مزخرف رو نمیگم، تو خودشون، حالا به صورت قبیلهی بوده، گروهی بوده، هر چیزی که بوده. همین الانم یکی از مسئولین عالی رتبه یکی از احزاب مهم کردستان فراخوان داد و از همشون خواست که در اعتراض به این اعدام‌های لجام‌گسیخته
اعتصاب بکنن که این اتفاق واقعا افتاد، خیلی هم خوب بود. یعنی نگاه کنید، این مجموعه اتفاقاتی که الان در سیستان و بلوچستان که دیدید که قسمت‌های مختلف داشت، اعتراضات داشت، راهپیمایی‌های سکوت داشت، راهپیمایی‌های همراه با شعار داشت، این برم کردستان خودشو نشون داد بارها و بارها، الان هم خودشو نشون داد. اینها یه جور آزمایشه. میدونی چجوری؟ مثلا میگن تو قبل از اینکه وارد یک جنگ بشی اول باید بیای مانور بدی دیگه. اینها مانور آقا صادق خوبه، خوبه، بذار این اتفاقات بیفته، اصلا نباید به مردم خورده بگیریم. من یک روز خدمت شما عرض کردم، الان هم میگم اون بزنگاه تاریخی که باید اتفاق بیفته، من همینجا، من مرده شما زنده، به شما قول شرف میدم در اون روزی که بزنگاه تاریخی هست، شما جمعیت، سیل جمعیتی رو در کف خیابانهای ایران خواهید دید که تو عمرتون ندیدید. الان هم همین آقا صادق، به زودی یک سری اتفاقاتی خواهد افتاد که همه ما رو مجبور خواهد کرد که اتحاد داشته باشیم و به کف خیابان ها باشیم. اشکال نداره یکم صبوری پیشه کنی، مطمئن باشید این اتفاق به زودی رو خواهد داد. پرش رفته آقا صادق، خیلی کمش مونده آقا صادق. در مورد جناب گوز بایدن گفتی، یادمه که همین چند روز پیش دیگه اسمش موند، یادمه که همین چند بعضی نقد میکردن به من که چرا آقا این چه اصطلاحی به کار میبری گوز بایدن، تمام شبکه ها الان دیگه بهش میگن گوز بایدن. من امشب مستندن به شما ثابت میکنم که گوز بایدنه، یعنی اسمی رو که من روش گذاشتم واقعا درسته، یعنی برازنده شد. حالا من در خدمت شما هستم. همین چند روز پیش بود وقتی که جمهوری اسلامی میاد پاکستان رو میزنه، در عرض شاید کمتر از 24 ساعت پاکستان سریع جوابشو میده و میاد یه سری آلات هموطنهای ما رو میکشن. خب ما به اون قسمت قضیه پرداختیم، ولی میخوام ببینم که این پاکستانه که جواب جمهوری اسلامی رو داد، ولی قدرت اول منطقه خب آمریکای دیگه، ایالات متحده آمریکاست، چرا جواب جمهوری اسلامی دنیا اول دنیاست؟ نه منظور همون تو منطقه که الان هستش، خب با تمام امکاناتش هست دیگه، چرا جواب جمهوری اسلامی نمیده؟ چرا هی دست دست میکنه؟ چرا میگه آقا اگر دفعه بعد این کاری کردی این کار باید بکنم؟ آقا نزدیکای 20-30 تا حمله کرده، هر 20-30 تا همش داره میگه آقا دفعه بعد اگه این کارو بکنی من میزنم. هی دفعه الان هم که دوباره اومده گفته که آقا ما جنگی با جمهوری اسلامی نداریم، ما نمیخوایم جنگ با جمهوری اسلامی داشته باشیم. آقا این چیه؟ جریانش چیه؟ پیمان نگاه، اول بگم که کل پایگاه‌هایی که آمریکا، حالا اینایی که تو کشورهای عربی مثل این حاشیه خلیج فارس رو نمیگن، همین چیزایی که تو اربیل و ارزم به حضور شما تو عراق و این بر تو سوریه و اینها داره، خب تا به امروز که من خدمت شما هستم 87 بار نیابتی ها حمله کردن به پایگاه های اینها. خب اما این آخرین حمله شون، این آخرین حمله شون که مشخصا 3 سرباز آمریکایی، حالا دیگه نمیدونم پشت پرده چه خبره، بعضی ها تا 5 نفر رو میگن ولی میگن گندشو در نیارید دیگه زیادی تضعیف میشیم، 3 نفر به 40 نفر، 40 تا زخمی داشتن، 3 نفر رو کشتن. البته تو این 40 نفر 17 نفرش اردنی بودند، تو سربازای اردنی، به هر حال نظامی بودند، به هر حال اون پایگاه پایگاهی بوده که ارزم به حضور شما مال آمریکایی‌ها بوده. حالا اینها میان کلا شرعی میخوام بذارن، میگم ما یه پهپاد شناسایی فرستاده بودیم برای سوریه، احساس کردیم همزمان این دوتا پهپاد داری میاد، این پهپادی که جلوتره مال ماست، اون یکی، حالا اینا دیگه داستانه که نزدیمش و آمد و فلان و این اتفاقات افتاد، اینا رو ولش کن. اما لاشه یه پهپادی رو که برداشتن بررسی کردند و اینها دیدن پهپادی که در جمهوری اسحالی تولید شده، پس الان برای ایالات متحده مشخص شده خب که این کار
کار جمهوری اسلامیه، نه کار نیابتی ها. الان من همه الانش خوندم دیگه، سخنگوی پنتاگون این خانوم بود دیگه، آمد گفت که ما میدونیم نیابتی ها رو جمهوری اسلامی اینها رو این قاش پرورونده تو جای جای این منطقه. پس اینها الان طرف حسابشون کیه؟ جمهوری اسلامیه. خب بعد آقا صادق، از نظر نظامی من یک چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. شما میگید که چطور شد جمهوری اسلامی رفت تو خاک پاکستان موشک زد و اونها 10-12 ساعت بعدش جواب موشک زدن؟ این اصلا نرمه تو تمام دنیا. تو اگر دست بالای نظامی رو داشته باشی و اگر یک دست پایین تر بیاد به تو حمله بکنه، حالا تعرض کردن که دیگه خیلی، چون اون پایگاه های نظامی میشه خاک ایالات متحده، اینا تعرض کردن و 3 نفر از نظامی های یک ابرقدرت رو کشتن. خب اینها چرا میگی مثلا جواب ندادن؟ به هر حال ایالات متحده با پاکستان زمین تا آسمون فرق میکنه، زمین بازی هم فرق میکنه. اونها زدن تو یه بر بیابان یه دهکوره رو زدن، اونها هم جواب دادن یه دهکوره اینها رو زدن. ولی آمریکا که نمیاد این کار رو بکنه. همین الان اینها نشستن تمام بررسی های، یعنی آخرین اطلاعات و اخبار رو که من یکی از خبرنگاران داخل ایالات متحده بود و توی یک شبکه خیلی مهمی هم کار میکنه و فارسی زبان هم هست ازش گرفتن، گفت آقا اینها تمام برنامه ها و نقشه ها و پلن هایی که داشتن رو بذاشتن تو اتاق جنگ رو میز جناب آقای بوز بایدن. آقا صادق، بوز بایدن الان یه پیزوریه، واقعا این که میگم پیزوریه، یه آدمیه که الان تنبون خودشو نمیتونه بکشه بالا. پس برای این شخص که الان توی یه 4 راهی قرار داره، یه طرف انتخاباته، این مرده ترامپ هم که به این رحم نمیکنه، این میزنه اون میگه چرا زدی، این نمیزنه میگه تو بی‌لیاقتی آبروی آمریکا رو بردی چرا نمیزنی. یعنی این داره کرکر میخونه برای این. و مشاورانی هم که دوروبر این هستند اونقدر نظر این پیزوری رو به خودشون جلب نکردن که این بخواد دفعتا واحدا یک تصمیمی بگیره، هی جلسه پشت جلسه. اما ساعاتی قبل هم مجلس، هم کنگره، هم مجلس سنا به این فشار آوردن، یعنی یه طرف بهش گفتن اگر بزنی ما پشتت هستیم، چون باید حیثیت آمریکا برگرده، اگر نزنی بر علیه تو ما ورود میکنیم. حتی تو این نمایندگان آمریکا، حالا نمیگیم همه جمهوری خواه، توشون دموکرات ها هم بودن که بعضا از بایدن و برنامه هاش آمدن چیکار کردن؟ آمدن از برنامه هاش حمایت هم کردن. ساعاتی قبل، همین 1-2 ساعت قبل، جناب آقای گوز بایدن گفت من تصمیم خودم رو گرفتم، آقایان، خانوم ها، مسئولین، همه بیاین تو اتاق جنگ جمع بشید، شروع بکنیم برای زدن. اما آساده این دوست عزیز ما، من گفتم تحلیل تو چیه، جمع‌آوری چیه، زنگی که زدی و صحبت هایی که کردی، گفت آقا پیمان به احتمال 90% اینها خاک ایران رو نمیزنن. خب گفت به احتمال 90% اینها خاک ایران رو نمیزنن چون تمایلی ندارن الان که این بر درگیر با این حوثی ها هستن یک جبهه جدید دیگه این بر باز بشه. خب علی‌رغم اینکه تمام آمادگیشون رو دارن، حتی میگفتن دستور دادن به زیر دریایی هسته‌ایشون که موشکاش آماده کنه، که خدا نکنه اون روز رو. خب چون اگر قراره از اون موشک‌ها استفاده بشه با کلاهی که هسته‌ای، دیگه بحث این نیست که بزنن 4 تا سکوی موشکی رو، اون رو بزنن یه استان میره رو هوا. امیدوارم این اتفاق نیفته، امیدوارم حتی یک قطره خون از دماغ هیچ ایرانی، علی‌رغم اینکه من میدونم تو دل همه این ایرانی هم هستم که 80 میلیون همین الان از خداشونه که اینها بزنن این جمهوری اسحالی رو به درک واصل کنن. اما من میگم حالا این اتفاق نیفته. اما این دوست عزیز میگفت که تا 90% اینها بعضی از جاهایی رو که منافع خود جمهوری اسلامیه، نه نیابتی و اینها، نه. خب حتی امشب به این نتیجه رسیدن که کشتی لوجستیکی بهشاد رو هم بزنن، که میدونید که مال
پلان بود رفته تو منطقه دیگه، تو دریای سرخ الان اونجا داره جمع‌آوری خبر میکنه، نمیدونم پشتیبانی میکنه، چه کارهایی میکنه و اینها، که قرار شد مثلا حتی اون رو هم هدف بگیرن. یکی از هدفها اونه، بقیه دیگه مراکزیه که مال سپاه پاسدارانه و تو منطقه است و خود سپاه پاسداران اونجا مستقره، نه نیروهای نیابتی. اینها جاهایی هست که شاید تا لحظاتی دیگه، تا ساعتی دیگه، و من مطمئنم که امشب شروع میشه این اتفاق، چون اینها داشتن جانمایی میکرد. تو چرا گفتی سریع نزدن؟ ایالات متحده چی میگن؟ یه ذره وای میسته، برنامه ریزی میکنه، میزنه ولی عجیب میزنه، گوش میدی؟ و اون بحث نظامی هم که گفتم، اگر تو یه ذره دست بالا رو داشته باشی، یه دست پایین بیاد به تو ضربه بزنه، سه نفر از شماها رو بکشه، تو باید چون یک ابرقدرت هستی حتما باید 30 نفر از اونها رو بکشی. تو و اینها 100% الان برنامه ریزی اون رو هم کردن. به هر حال هواپیماها و پهپادهای تجسسیشون که از اون ساعتی که اتفاق افتاد هی داشتن میچرخیدن، اینا داشتن جوابری میکردن، حتی بررسی میکنن که تو فلان پایگاه یا تو فلان کشتی یا تو فلان چه میدونم لنجشون چقدر نظامی هست، چقدر افراد هست، دارن برنامه‌ریزی همه اینها رو انجام میدن. و همه هم الان عرض کردم، از رئیس نمیدونم ستاد مشترکش، از آستین وزیر دفاعش، از آنتونی بلینکن، از معاون اول رئیس جمهور، همه داشتن سرازیر میشدن به سمت اتاق جنگشون، منتظر بودن گوز بایدن از دستشویی بیرون بیاد اینجا بشینه دیگه، نامطلب این دستور رو بده که دیگه خلاصه بزن زنگ و دیگه باید ببینیم امشب چه اتفاقاتی. با همین صحبتی که الان شما کردی، اخبارش هم منتشر خواهد شد، دلار فکر کنم به مرز 70 تومن تا فردا میرسه. متاسفم. آخه صادق به اینم فکر بکن، من هیچ وقت اینجور پیش بینی نمی کنم، امیدوارم نیستم یک همچین اتفاقی بیفته، علارغم اینکه میدونم به زودی این رژیم سردگون میشه. جدی دارم میگم به شما، ولی اصلا امیدوار نیستم با چه هزینه‌ای سرنگون بشه. اینکه مردم عزیز ما بلا سرشون بیاد، اینکه تو میگه افزایش دلار، این دلار میدونی که لامصب یک پول بین المللیه، تو با این پشکل، با این سر خمینی یه جا بری ریغالو باقالی چیه میگن، این شکلات ها هم بهت نمیدن. خب پس تو مجبوری که پول بین المللی داشتی، فردا بخوای فراری بکنی، این ور بری اون ور، هر جا بری که پول خمینی لامصب با هیچ کی ازت نمیگیره. به همین خاطر طبیعیه دیگه ظرف ساعت آینده مجددا این تو همین سیر سعودیش قرار بگیره. ایشان پریشب بود توی برنامه در مورد شکایتی گفتی که ازت شده و زود گذر کردی ازش، و واسه منم فرستادن یه سری مطالب، گفتن آقا جریان این شکایت چیه، پیمان توضیحات کامل نداده، شما آیا میدونید نمیدونید. میخوام از زبان خودت اگر تمایل داشته باشی و اگر اجازه داشته باشی، وکیلت اگر اجازه داده که چه قسمت هایی باید میتونی بگی، اگر امکانش هست واسه شفاف سازی. حالا خیلی دوستان تمایل دارن که چه اتفاقی افتاده که شکایت کردن، حالا جمهوری اسلامی ازتون شکایت کرد، یکی این موضوع، یکی هم موضوع پست آخرت که توی هم اینستا گذاشتی هم توی تلگرام گذاشتی، فیلم مثبت 18 که گفتی قرار پخش بشه، در مورد اونم اگر خواستی توضیح بده. در مورد اون شکایت مردم به تو گفتن یا تو گل کرده فوزولی کشت؟ نه من که فوزول نیستم، من فقط کنجکاوم. صادق جان در مورد شوخی کردم، تو که عزیز مایی، برادر منی، خیلی چیزا رو هم در جریان هستی، من همیشه با تو اینا رو در جریان میذارم و میدونی. حالا خب وقتی که نمیای تو کانال های خودت و تو رسانه هایی که در اختیار داری افشاگری نمی کنی، هم از بزرگی جناب عالیه. عرضم به حضور شما، بله، مشخصا وزارت خارجه جمهوری اسحالی از بنده شکایت کرد. خب من بسیار خوشحال شدم. چرا خوشحال شدم؟ وقتی یک کشور از یک نفر آدم عادی میترسه و ازش شکایت میکنیم، باعث خوشحالی منه. خب رسما جمهوری اسلامی
آمد وزارت خارجش از یک کشوری خواست که این شهروند خودت رو، یعنی من رو ایرانی ندانست این حرامزاده ها که خودشون معلوم نیست از کدوم اشکول تپه آمدند، منی که خاک من اونجاست، منی که یک ایرانیم، منی که به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، اینها نامه زدن برای وزارت خارجه اون وزارت خارجه برای این وزارت خارجه که آقا یکی از شهروندان شما داره کاری میکنه که در مملکت ما اختشاش بشود و مردم بر علیه ما بشورند. خب در صورتی که کشور ما آرومه، هیچ مشکلی نیست. نگاه بکنید، حالا من حیف که وکیل من اجازه نداد، که گفت به هر حال نامه رسمی ما اجازه نداریم منتشرش بکنیم. البته من به زودی مجوزاشو میگیرم با یکی از این شبکه‌ها که حالا دوستان عزیزم تو صدای آمریکا وی او ای هستن، من حتما باشون صحبت میکنم در خصوص این ماجرا و خواهم گفت که چه داستانی شده. بله از من شکایت کردن، خب اصلا مهم نیست، کار بسیار خوبی کردن، ولی اینها اینقدر احمقند. چون شما وقتی از من شکایت میکنید باید موارد اتهامی داشته باشید، موارد اتهامی من رو دارن اقدام تروریستی. خب این احمق ها که در تمام دنیا جاسوس دارند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتیشون الان دارن منو میبینن، دارن میگن شما انقدر احمقید که نرفتید ببینید که اصلا شغل و حرفه من چیه. و الان دارم برای اولین بار امشب عنوان میکنم، حتی صادق ما هم نمیدونست، امشب برای اولین بار تو این برنامه دارم اعلام میکنم، خود من مسئول تحقیق گروه های تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی در اروپا و در آسیا هستم. ای خاک بر سر شما که شما بدون اینکه برید بررسی بکنید ببینید این شخص کی هست، وجاهت حقوقیش چی هست، حرفش چیه، کارش چیه، میان برای شکایت میکنید به عنوان یک شخصی که تروریسته. بعد آقا صادق موارد تروریستی، چون من حرفم اینه، سالها دارم در مورد این کار میکنم، بررسی میکنم خیلی از اتفاقات رو، حالا من اجازه گفتنشو ندارم تو برنامه ها، خیلی چیزها رو گفتم، یعنی رکب زدم، خلاصه یک کدایی دادم. خب موارد تروریستی بیش از 300 مورده که اگر ما بخوایم یک نفر رو دستگیر بکنیم بیاریم به میز محاکمه بکشونیم و مسجل کنیم طرف تروریسته، باید 300 مورد رو قانع کنیم، طرف رو، دادستان رو، قاضی رو. خب یعنی خیلی خیلی مشکله. بعد این احمق ها که یک دیپلماسی عریض و طویل به نام وزارت خارجه در دستشون و این همه مشاور دارن، آمدن گفتن که پیمان بهبودی دلایل تروریستی بودنش اینه. ما در انقلاب زن، زندگی، آزادی افرادی بودند، افراد دیگه، این کانال تلگرامی ما الا ماشاءالله ادمین داره دیگه، آقا صادق دیگه، شما هم که در جریان هستید. خب بچه هایی که در انقلاب زن، زندگی، آزادی آمدن از این لوله پلاستیکی آب رو بریدن و میخ زدن توش و گفتن این رو بندازیم وسط خیابون جلوی راه مزدوران خامنه ای رو بگیریم، این رو زدن موارد تروریستی که بیشتر شبیه طنزه. من کارشناس این وضعیت هستم، کارشناس این موضوع هستم، من سالهاست دارم روی این کار تحقیق میکنم، مسئولیت دارم. آمده یا مثلا یه جوشکاری از یه جا بیرون آمده از این آهنهای مثلثی رو برداشته چند بار جوش داده که میندازی وسط خیابون که کسی میخواد بیاد تو رو بکشه، یا حالا چه میدونم با هدف اینکه بیاد تو رو مثلا سر به نیست بکنه، اینو میندازی که حالا ماشینش، موتورش، هر چیز هست پنچر بشه به تو نرسه. برای چی؟ برای دفاع از جان خوده. خب آقا صادق، یا مثلا زده بودن لاهیجان، یا زده بودن کرج، یا زده بودن تهران، فلان ساعت بیاین فلان جا تجمع بکنید، اینها رو زده بودن که موارد تروریستی. در صورتی که من الان بیش از یک دهه هست اصلا تو ایران نیستم، نمیدونم خیابوناش کجا به کجا و فلانه. بعد ما همینجاشم تو این کشوری که هستیم، تو همین اروپا هم که هستیم، اصلا حالا من اینو کار ندارم، اون قانون 27
خود جمهوری اسلامی میگه تجمعات اصلا هیچ مشکلی نداره و بیاین و فلان و اینا، ما همینجا تو اروپا هم مشکلی نداریم که هر کی بخواد بیاد تجمع برگزار بکنه. یعنی میخوام بگم اینها اینقدر احمقند خب، که من خوشحال شدم، ناراحت نشدم، میگم باشه شما این کارو کردید، ما هم اتفاقا با زبان دیپلماسی داریم به شما به زودی جواب میدیم، اینها اصلا هیچ مهم نیست، اشکال نداره این کار رو کردید. اما وقتی شما 150 میلیارد تومان صاحب به هتل بزرگ گیلان دارم اسم میبرم چک میکشه میده به واحد سازمان اطلاعات سپاه که هر طور شده پیمان رو آدم ربایی کنید بیایید ترکیه توسط اون پرستویی که نام بردم از اونجا ما بیاریمش نمیدونم ایران و اعدامش بکنیم و فلان و اینها خب، و یک جای دیگه خودتون میدونید مردم نمیدونن، منم اجازه ندارم بگم، تو این ماموریت هایی که من رفتم، تو این سفرهایی که رفتم، تو یک کشوری تور گذاشتید که منو بگیرید که احمقا اونجا موفق نشدید، چون همون تشکیلات امنیتی اونجا میدونست داستان چیه، در نطفه خفتون کرد. یعنی شما اینقدر احمق و بدبخت هستید. حالا اینها به یک کنار، شما این کارها رو کردید دیگه، بر علیه من کردید. مردم عزیز ایران توجه داشته باشید چی دارم میگم. من چهار روز مونده به سیرک مسخره، یعنی چهار روز مونده که این احمق ها صندوق ها رو بذارن که بعضی گوسفند ها برن رأی بدن، ما یک فیلم پشم ریزانی که اون فیلم سقطی گیت رو میذاره تو جیب خودش، اون فیلم واجناخا رو میذاره تو جیب خودش، اون فیلم غاری بین المللی سفری رو میذاره تو جیب خودش رو میخواییم پخش کنیم. شما دارید با من بازی میکنید دیگه، درسته؟ بازی میکنید، دارید اذیت میکنید. تمام دنیا هم فهمیدن، البته من که بی زبان نیستم، من دوتا وکیل قدر قدرت دارم که شما رو میخورن، همه دنیا هم فهمیدن که شما چرا از من شکایت کردید. شما همون کسایی هستید که سال 2016 جناب آقای ظریف نامه رسمی زد وزیر خارجه دولت روحانی که ما به این کشور که آقا ما این آقا رو میخوایم، آقای پیمان بهبودی رو باید بدینش به ما، اینا هم گفتن که باشه بشینید تا خبرتون بکنیم. خب حالا من شهروند اینجا هستم ولی زاده اینجا نیستم، وطن من ایرانه، به کوری چشم شما طی ماهای آینده مردم ایران شما رو سرنگون میکنن و شما رو محاکمه میکنن و به درک واصل میشید. حالا این فیلم رو من به آقای الان این دارم میگم به این خاطر احتمال داره، احتمال آدمیه دیگه، آقا من دارم میگم به شما، احتمال داره اینایی که اینقدر الان شلوغش کردن در به در دنبال من میگردن، در به در دیگه شکایت و نمیدونم اون ماجراها و پرستو و فلان میخوان بزنن، اینو به منم اطلاع دادن همکاران من، دوستان من، عزیزان من، وکلای من، گفتن آقا اینها دیدن تو بجور استخون در گلویی، درست محافظ یه سری اتفاقات داره میشه همه چیز اوکی، ولی باز من دارم این رو خدمت شما عرض میکنم، من چه بمانم چهار روز قبل از سیرک مسخره انتخابات اون فیلم ها پخش میشه. چرا؟ اون فیلم همین الان دست آقا صادق هست، صادق تو رو نکشتن اون فیلم ها همین الان دست صادق هست، دست سه تا از همکاران من که رسانه خیلی فراگیر هم دارن هست، و قرار چهار روز قبل از انتخابات این پخش بشه. یعنی هر بلایی که سر سقطی سر شما آمد و من فهمیدم، من کار خودم رو کردم، من همون روز اون برنامه رو انجام دادم، ریدم تو دستگاه محرم و سفر شما، خب خودم رو دیگه گفتم آقا ما کارمون رو کردیم دیگه، آردامون رو علک کردیم، علکمون هم آویزون کردیم، از همون روز من گفتم آقا دیگه ما بهشتی شدیم، مثلا من که اصلا به این جوانگیات هیچ اعتقادی ندارم، ولی همین که در این اروپا منو بکشن برم توی این قبرستونی های اینجا، دیدید خداوکیلی از نیاوران و پاسداران و اینا این کلاسش بالاتره، اینجا در کنار حوریان بهشتی منو قبر بکنن، انگار من در پارادایز یا در بهشت هستم.
خب اگر منو کشتند شما شک نداشته باشید که این فیلم توسط صادق، توسط دوستان دیگری که داریم، قول شرفی که من به شما دادم 4 روز مانده به سیرک انتخابات، اون رو پخش خواهیم کرد و بعد از اینکه آن رو پخش بکنیم ببینیم کدوم بیناموس دیگه رغبت میکنه بره پای صندوق های رای. فیلم داریم در حد پشم ریزان. خب خیلی ها میگن آه چرا الان حال نمیده، بذاری 4 روز مانده این رو چنانی پر. بعد این دیگه ما اون اشتباهی که کردیم، حالا اشتباه بود، حالا این دوستان سردبیری به ما گفتن زیاد دم دستگاه مردم رو نشون نده، ما تو این فیلم یک مستند براتون میخواییم پخش بکنیم، از بکن بکن، از این طرفی که آقا رهبر مملکت رو در آغوش میگیرد و میبوسد و زب در ولایت و با این همه سرداری و سرکیپی و فلان، بعد خار مادر شما رو صلوات میدیم ما. حالا شما هی شکایت بکنید، هی برای من این بر اون بر دام بذارید، هی پول خرج بکنید که من رو بخواید، شما من رو میگیرید. بدبخت ها، رادیو گیلان الان در تمام استان ها رادیو داره، در تمام کشور. من این روز داشتم مشخصا رادیو کرمانشاهان رو میخوندم، چنانی شما رو به زانو در آورده، سوراخ به سوراخ میگردید ببینید ادمین این سردبیر این کیه. یعنی رادیو گیلان چنانی ریشه دوونده، شما من رو بکشید، شما که صدای رادیوهای ایران رو نمیتونید دیگه ببندید. خب حالا از قبل گفتن زدی ضربتی نوش کن، شما که ضربتی نزدی، تخم پسر منم، پسر نداشته منم تکون نخورد، شکایت کردید اون چرا من یه خدایی دارم اینجامه، اینو جدی دارم میگم، من پامو روی مورچه نمیذارم، من حق مردم رو تا الان یک قرون نخوردم، من پامو کج نمیذارم، من تا به امروز هیچ گونه کثافت کاری نکردم، پس اینی که کنار من هست هوامو داره. تمام این دسیسه هایی که کردید تا به امروز همش پنبه شد، همش از بین رفت. پس من 4 روز قبل از این، حالا ما مرده شما زنده، این فیلم رو پخش میکنیم یادگاری حالش رو ببرید، بعد این فیلم رو دست به دست بکنید 80 میلیون مردم ایران ببینن، بعد ببینم کی خایه میکنه بره برای این علی خامنه ای زنازاده بره رای بده. آقا صادق بریم برنامه بایش میکنم، این که گفتید 4 روز بعد انتخابات الان پخش نمی کنید، منتظر هستن آقا پیمان که تبلیغات شروع بشه، قشنگ تنور داغ انتخابات داغتر بشه، جانان فراموش نشه که بعدا پیمان یه آب سرد بریزه به همشون. 5 دقیقه دیگه مونده، آره 8 دقیقه، 7 دقیقه، ساعت ما با ساعت شما خوب فرق. آقا در مورد، آره من 2-3 تا سوال دیگه هم داشتم، و اینکه تو گفته بودی یه اتفاق خیلی بزرگ قرار بیافته و تو همیشه گفتی، تو تمام برنامه‌هات گفتی که آقا قرار یه اتفاق بزرگ بیافته، آقا قرار یه اتفاق بزرگ بیافته. این اتفاق بزرگی که گفتی، همین اتفاقی که الان داره میافته، دیروز این سفه نظامی رو کشتن و الان آمریکا میخواد مثلا حمله بکنه، همین اتفاق بزرگی یا نه اتفاقات بزرگ دیگه‌ای هم هست؟ این یه اتفاق جدی؟ ما اینو گفتیم خیلی بزرگی که من یه چیز رو به شما بگم. نه بله، من ماه گذشته بود با شما صحبت کردم، گفتم احتمال داره همین فردا این اتفاق بیفته، احتمال داره همین پس فردا. آقا صادق، به زودی در جهان جنگ جهانی سوم رخ خواهد داد، ولی الان شاید هم ملموستر من گفتم. اگر اون موقع شما گفتید، من گفتم اتفاقی فعلا نمیتونم بگم، اگر میگفتم بعضی هم گفتم وای پیمان چی داره میگه، آخه جنگ جهانی سوم. ولی آقا صادق، به زودی آن اتفاق بزرگ همین جنگ جهانی سومه. همین الان که من خدمت شما هستم، این آقای چینچونچون کی هست؟ بانچینمونه کی هست تو کره شمالی توپوله؟ همین الان موشکاشون رو همه رو گرفتن سمت کره جنوبی، دارن بررسی میکنن
میکنن برای حمله. کره جنوبی هم همینطور. خب همین الان که من خدمت شما هستم دارم با شما صحبت میکنم، دو تا ناو هواپیما بر چین رفته در سواحل در دور و اطراف تایوان آرایش نظامی و جنگی گرفته. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم آقا صادق، در کشور سوئد دارن نام نویسی میکنن از دختران و پسران جوان که برن برای سربازی اجباری که جنگ شد. همین الان که من دارم برای شما صحبت میکنم آقا صادق، یک بودجه کتوکلوفتی در کشور انگلستان گذاشتن برای پناهگاه های آغاز جنگ. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم آقا صادق، در چند کشور جاسوسان روسی رو گرفتن که داشتن جمع‌آوری سلاح‌های تسلیحاتی کشورها رو بررسی کردن. اینها رو همه رو کنار هم میذاری آقا صادق، یک خبر بدی داره. خب اما جای جالب قضیه اینه که این اتفاقاتی که اگر رخ بده به نفع مردم ایران خواهد شد. چرا؟ چون اگر شما بیننده ی همیشگی برنامه ما بوده باشید، من 3 ماه قبل گفتم ابرقدرت‌ها نشستن با هم حساب کتاب‌های خودشون رو کردن، برنامه ریزی‌هاشون رو کردن، سهم‌خواهی‌هاشون هم انجام شد. خب به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسحالی دیگه به دردشون نمیخوره و باید سرنگون بشه. اینو گفتم خدمت شما. خب الان جمهوری اسلامی این رو فهمیده، این رو فهمیده و میخواد قاعده بازی رو عوض بکنه، میخواد وارد یک جنگی بشه که در این جنگ فرسایشی بخواد حکومت خودش رو حفظ بکنه. اما اون بازیگردان ها زرنگ تر از این قضیه هستن. امشب مشخص میشه تا صبح که اینها میخوان بزنن، بعد فردا شب من بهتون میام اینجا میگم که نگاه کنید کجاها رو زدن، چجوری زدن، چون نمیخوان خودشون این جمهوری اسلامی رو وارد جنگ بکنن. میخوان خیلی راحت و شیک و مجلسی این حرامزاده ها رو بذارن کنار و یک دولت فعلا موقت بذارن که عرض کردم شاهزاده رضا پهلوی رو بیارن تا تکلیف مشخص بشه و واقعا بخوان از این به بعد این ایران یک کشور دموکراتیک بشه که دیگه برای عربستان و چه میدونم برای این کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها دیگه گیر نباشه. و یک جورایی دارن برنامه رو تنظیم میکنن که اسرائیل و آقای خاورمیانه بکنن، که اسرائیل بتونه تو خاورمیانه این ثبات و این نظم و اینها رو کلن فراهم بکنین. عرض کردم که من شما آینده یک آینده بسیار خوبی برای ما مردم ایران خواهد بود. اگه سوالات تموم شده اگر اجازه بدید دیگه برای امشب سوال بازم داشتم دیگه، چون وقتم نمونده، 2 دقیقه بیشتر نمونده. دست در نکن پیمان عزیز که اگه اجازه بدید دیگه خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقا صادق امشب اومدی. من یک بار دیگه عذرخواهی میکنم از همه شما بابت اینکه دیشب ما نبودیم خدمت شما. ما هر جا باشیم قلب ما در کنار شماست. شیمی بلا میسر، من براتون پی میرم، قربون شما برم. اینقدر کامنت فرستادی، اینقدر بعضیا نگران شدن آقا کجایی کجا نیستی. علارغم اینکه صادق ما دیشب تو اینستاگرام من یه ویدیو کوتاه دادم شما گذاشتید، ولی خب بعضیا حالا پیگیر نبودن تو اینستاگرام. ما هر جا باشیم کوچیک شمایی، حواسم هست، مراقب خودم هستم. عرضم کردم از اون اول، تنها آرزویی که الان برای من مانده من سرنگونی رژیم آخوندی رو ببینم، بعد دیگه سر بذارم ببینم دیگه مهم نیست. خیلی مراقب خودتون باشید و همه شما رو تا درودی دیگه ما فردا شب دوباره خدمت شما هستیم. حالا شبها شبهای بسیار گرمی هست، اتفاقات بسیاری خواهد افتاد. یکی دیدم الان تو این گوشی برام نوشت واقعا 4 روز مانده به این انتخابات، اون فیلمو من به شرفم قسم میخورم اگر زنده باشم من پخش میکنم و با تمام رسانه‌های دنیا، فارسی زبان دنیا، مثل همون سقطی گیت صحبت خواهم کرد، داستان رو خواهم گفت، ماجرا رو خواهم گفت. به صادقم گفتم صادق این دفعه مونتاژ میزنید گل و قلوه رو همه رو بذار که این کثافت‌ها نگن هوش مصنوعی و فلان که بعد از چند ماه برن تو بازجویی فنی بخوان اونجا اعتراف بکنن. از همون اول دل قلبه ها رو بذار
بذار بینندگان ببینن دلشون جلا پیدا کنه، اون موقع است من ببینم کدوم بیناموس میره به این حرامزاده های مریض جنسی رنگ میده. من شمی جان ربی میرم. مرسی بیمان. واقعا من شمی جان ربی میرم. خیلی خوشحال شدم که امشب در کنار شما بودم آقا صادق. خیلی لطف کردید امشب تشریف آوردید. مراقب خودتون باشید. امشب فکر کنم برنامه ما خیلی جالب بود، برای دیگران هم بفرستید. شب به همگی خوش باشه.